سلام مجدد حضور شما بینندگان ارجمند. در جلسات گذشته در مفهوم کتاب سوالی که جمع کثیری از شما مطرح کرده بودند که واژه کتاب که در قرآن آمده اهمیتش چیست و مفهومش چیست و فرق کتاب با آیه و سوالاتی نظیر این که مدتی است که وقت برنامه به این کار اختصاص پیدا کرده و به هر حال هنوز هم مطالب به پایان نرسیده، و اون این است که کتاب عبارت است از معلوماتی یا قوانینی یا موضوعاتی که بعد از صادر شدن مستقل می شود و ارتباط و تعلقی به گوینده یا تهیه کننده یا واضع اون قوانین و قاعد اون قواعد پیدا نمی کنه. و پیامبر وقتی که کتاب به او داده میشه، یعنی به او مأموریت داده میشه که یک سری احکام و یک سری داستان، یک سری قصص، یک سری موضوع و قاعده و قانون رو به شما ابلاغ کنه و برای شما روایت کنه و برای شما حکایت بکنه و یا به زبان قرآنی تلاوت بکنه. و وقتی که این تلاوت شد و متولد شد، مثل تیری که از ترکش رها میشه، دیگه این تیری که از ترکش رها شده ارتباطی با کمان نداره. وقتی که کمانکش کمان رو میکشه و تیر رو رها میکنه، تیر از کمان جدا میشه و هیچ نقشی این کمان بعد از آزاد شدن تیر نسبت به اون تیر نداره. اون پیکان راه خودش رو ادامه میده مستقل از کمان. یعنی اگر که کمان هم بشکند، پیکان به مسیر خودش ادامه میده و پیکان آزاد و متولد میشه از کمان. این رابطه قانون با قانون گذاره، این رابطه قانون با شارح قانونه، با معرف قانونه یا با تلاوت کننده وحی خداست. هیچ کدام اینها در اصول با هم تفاوتی ندارد. منظور این که تلاوت آزاد میکند اون چرا که تلاوت شده از آن چرا که تلاوت کرده، و این مفهوم کتاب است. مفهوم نسبتاً مشکلی است و توضیح بیشتری در مورد اون باید داد. فرضاً وقتی که من قانونی رو وضع میکنم و نسبت به امری وضع قاعده و قرار میکنم، ولیکن میزان و فرقان این امر رو در ذهن خودم محفوظ نگاه میدارم و از انتشار اون امتناع میکنم، به این ترتیب تنها شخص من و بازماندگان و وراث من قادر به تشخیص و تعبیر و تفسیر این قواعد خواهند بود و جز از طریق اراده من و وراث من و مجازین و معزونین من امکان ادراک مدارک و اکتساب معرفت و اصل قواعد برای بقیه مردم غیر ممکن است. یعنی قاعده در ذهن قانونساز قرار دارد و المعنا فی بطن شاعر است، به بیان دیگر که اونقدر شعر ناپخته و اونقدر شعر نامفهوم است که معنای شعر فقط در بطن شاعر است. به شاعر باید مراجعه کرد که این کلماتی که کنار هم قرار دادی چه مفهومی داره. آیه اینطور نیست، کتاب اینطور نیست. کتاب مستقل از کتابدار دارای مفهوم مستقل است و قرار است که این کتاب بدون قیم دارای بال است که بتواند پرواز کند و احتیاجی ندارد که کسی دست او رو بگیرد و حرکت بدهد.
یکی از موضوعات حیاتی و اساسی در ارتباط با موضوع آموزش و تعلیم استقلال درس از مدرس و استقلال معلم و یا آموزنده از علم است، یعنی نقش معلم با حاکم در این مورد متفاوت است که حاکم یا قاضی شارح حکم است و در واقع تحصیل می کند امر قضاوت او بر اساس و حکم قانون، در حالی که معلم تنها وسیله تعلیم و انتقال علم و تحویل درس از معلم به محصل است. در تحکیم حاکم باید تابع حکم باشد و حکم باید مستقل از حاکم باشد. حکم باید حتی بر خود حاکم نیز حاکمیت داشته باشد، یعنی خود حاکم هم باید تابع حکم باشد. حال اگر این حکم در بطن حاکم موجود باشد و اعلان مستقل و تلاوت از او نشده باشد، در واقع حاکم تابع تصمیمات و هوا و هوس و خواستها و منافع خیش می شود و ریشه و پایه احکام او وابسته به تمایلات اوست و قانون و قاعده‌ای که استعمال می کند تابع نفسانیات اوست، تابع هوا و هوس اوست. و حالان که قاضی و حاکم باید تابع حکم و قانون باشد و نه آن که حکم و قانون تابع تمایل و سلیقه و انتخاب و تصمیم حاکم باشد. این موضوع بسیار حساس و حیاتی، یعنی ارتباط کتاب با هوا و هوس، ارتباط کتاب و نبودن کتاب و به جای کتاب، شخص مجهز به هوا و هوس باشد. هوس یعنی دلخواستن، هوا یعنی آرزو کردن، یعنی سرنوشت مردم و تعلیم مردم و تعلم مردم محدود بشود به هوا و هوس کسی که سمت معلم یا سمت عالم یا سمت حاکم دارد. قرآن در این آیه نسبتاً طولانی میگوید که ما به موسی کتاب دادیم و شما مردم در مقابل این کتاب چه کردید؟ نگاه کردید که آیا این کتاب که الان مستقل از موسی است، درست است که موسی این کتاب را آورده، ولی خود موسی هم تابع این کتاب است و این کتاب مستقل از موسی دارای وجود خارجی شده، دارای وجود مستقل خارجی شده. حالا میگوید در مقابل این کتاب، الان موسی دیگه اینجا مطرح نیست، کتاب در اینجا مطرحه. شما وقتی که افکلما، آیا هر چه کتاب آمده، هر چه رسول آمده، رسولی که در آغاز آیه میگوید و لقد آتینا موسی الکتاب و به تحقیق ما به این موسی کتاب دادیم، پس موسی وقتی آمده بدون کتاب نمیاد، هیچ پیامبری بدون کتاب نمیاد. کتاب منظور من باز هم کتاب رسمی به مفهومی که ما مکتوب و در واقع مجلد یک موضوع رو کتاب مینامیم به اون معنا عرض نمی کنم، به مفاهیمی است که در ساعت گذشته ذکر شد. میگوید ما به تحقیق به موسی کتاب دادیم
و بعد میگوید که هر پیامبری آمد، کل پیامبران. سوال میکند به جنبه این که جواب مثبت دارد، اف کل ما جاءکم رسولون، کل پیامبرانی که آمدند و این پیامبران به ما لا تهوا انفسکم، که کتاب اونها بر خلاف هوا و هوس و خواستهای نفسانی شما بود، خواستهای شخصی شما بود. نفس در اینجا هم معنای نفس به معنای هوا و هوس میده، هم به معنای خودیت و شخص میده. اگر کتابی آمد که این کتاب با خواست شما، با اون چی که شما آرزو میکنید انجام بشود، شما برای خودتون ارزش قائل شدید اونها رو، اگر این کتاب که یک امر مستقل است و دست شما را از قدرت کوتاه میکنه و شما هم باید تابع همین کتاب باشید، به مبارزه با کتاب میپردازید، اگر این کتاب با مفاهیم هوا و هوس شما تطبیق نکنه. و این عبارت هست در قرآن که اف کل ما جاءکم رسولو بما لا تهوا انفسکم، انفسکم استکبرتم، اگر که این چیزها با نفس شما، با هوای نفس شما تطبیق نکنه، کاری که شما میکنید تکبیر خود میکنید و تحقیر اون کتاب و پیامبر رو میکنید و تکذیب میکنید و نهایتا میکشید او رو. چرا میکشید؟ با پیامبر چه دشمنی دارید؟ چرا تحقیر میکنید؟ چرا تکذیب میکنید؟ حالا غیر از کسانی که بیماری سادیسم دارن در کشتار، ولی تعداد زیادی از این افراد هستند که بیماری سادیسم هم ندارن، با پیامبر هم دشمنی ندارن، این کتاب رو مزاحم میدانند. یعنی پیامبر وقتی میآید یک قانونی با خودش میآورد و میگوید مردم این قانون مستقل از من است، مستقل از هوا و هوس من پیامبر است. یعنی من موسی اگر به عنوان مثال عرض میکنم، دلم میخواد که 50 زن بگیرم، اما این پیامی رو که با امانت برای شما آوردم و تلاوت میکنم، میگوید یک زن بیشتر نمیتوانید انتخاب کنید. بنابراین این قانون حاکم بر من است، ضمن اینکه این قانون در مقابل هوا و هوس من موسی هم میستد. و به این لحاظ است که قرآن میگوید وقتی به این موسی کتاب دادیم و به عیسی بینات دادیم، دلایلی دادیم که به این کتاب برسد، یعنی کسانی که موسوی هستند، طرفدار موسی هستند، بدانند که او کتاب داره، در کتابش یک قواعدی است که در اون قواعد اشاره به عیسی میکنه و عیسی وقتی میآید و اون قواعد رو روی میز میگذارد و با این کتاب تطبیق میکند، این رو بهش قرآن میگوید بینات، یعنی روشنگری کردن، یعنی استدلال و منطق و عقل به کار بردن در تطبیق دو موضوع. اون وقت میگوید اون چیزی که به عیسی ابن مریم دادیم بیان هست، بر وجود اون کتابی که شما اون کتاب رو باید استقلالش رو حفظ بکنید، و چون شما چنین نمی کنید، شما نه این بیان رو میپذیرید و نه اون کتاب رو میپذیرید، شما کتابی رو میپذیرید و بیانی رو میپذیرید که در انحصار و در زندان قلب شما باشه و شما بتوانید به هر ترتیبی که میخواهید حکم کنید و حکم هوا و هوس خود رو به نام حکم خدا به مردم تحمیق و تبدیل کنید. این اساس و پایه نقش کتاب در هدایت دین است. همونطور که عرض کردم، خود حاکم هم در موضوع کتاب باید تابع حکم کتاب باشد. اهمیت موضوع کتابت و کتاب در امر آموزش، حالا کتاب مربوط به هر چیزی که میخواهد باشد، از هر نوع نحوه آموزش که مطرح شده باشد، چه کتاب علمی باشد، چه کتاب مادی باشد، چه کتاب دنیایی باشد و چه کتاب معنوی، اخلاقی یا فلسفی باشد، هر کتابی، کتاب باید به طور شامل و کامل
تابع شرایط و قواعد معلوم و معینی باشد که تشخیص اون شرایط و قواعد منوط و محدود به قانونگذار نباشد، به کاتب نباشد، به معلم نباشد، به مدرس نباشد، به حاکم نباشد، به حکومتدار نباشد. کتاب عبارت است از روش و قاعده و قانونی که ممکن است که این قانون به وسیله حکومتدار آمده باشد، ممکن است به وسیله حاکم آمده باشد، مدرس گفته باشد، معلم گفته باشد، کاتب نوشته باشد، قانونگذار وضع قانون کرده باشد. کتاب نام نمیگیرند هیچ کدام اینها مگر اینکه اون نوشته، اون کتاب، اون قانون مستقل از این افراد باشه، یعنی خالق قانون نمیتواند که مالک قانون باشد. حتی اگر خالق قانون رو خلق میکنه، نمیتواند که این قانونی که خلق شده متعلق به خالق باشد. شما ببینید در قرآن در مورد تعهد وقتی که صحبت میکنه خدا میگوید اول مرتبه قانون رو به خودش شامل میکنه و خدا، ما راجع به الله صحبت میکنیم، الله هم مستقل از قانونی که خودش خلق میکنه نیست و قانون مستقل از الله است. میفرمایید خیر، به قرآن مراجعه کنید. اوفو به عهدی، قبل از اینکه اصلا هیچ حکمی به شما بده و هیچ وظیفه‌ای برای شما معلوم بکنه، میگوید اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم. یعنی چه وفا میکنم به عهدم؟ یعنی جفا نمیکنم، یعنی کامپلای میکنم، یعنی پرفورم میکنم، یعنی بدهی خودم رو میپردازم، یعنی من مدیونم وقتی تعهد میکنم و تا دین خودم رو نپردازم آرام نمیگیرم. قرآن از آغاز تا پایان تعهد خداست. اگر در قرآن میگوید هوا سرد است، یعنی من تعهد میکنم که هوا سرد باشد. اگر میگوید هوا گرم است، یعنی من تعهد میکنم که هوا گرم باشد. اگر میگوید غیر از کسانی که طاهر هستند از قرآن استنباط معنا نمیکنند، پرسیدند که مگه در قرآن گفته که جز مطهرین به قرآن دست نمیتوانند بزنند؟ چنین چیزی رو در قرآن نگفته، ما چه دست و اینها نداریم. مس به معنای ارتباط و درک معنا و فهم و ادراک و داشتن معرفت است. هیچ کس نمیتواند از قرآن درک معنا کند مگر اینکه متقی و مطهر باشد. اگر کسی مطهر نباشد و متقی نباشد، نمیتواند از قرآن کسب مفهوم و معنا بکند. این معنی اون آیه است، نه اینکه دست گوشتی رو نمیشود به کتاب کاغذی زد. امیدوارم که سوال جدی بوده باشد، ولی پاسخ جدی است. برخان همینطور که می گفتم، کتاب عبارت است از شرایط و قواعدی که معلوم و معین باشد و ما برای پیدا کردن معنی شعر مجبور نشویم که دنبال شاعر برویم. و می گفتم که قرآن از آغاز تا پایان تعهد است. تعهد یعنی بدهی، یعنی خدا از اول تا آخر قرآن بدهکار است. یک بار دیگر به قرآن مراجعه بکنید و ببینید شما با یک خدای متعهد و بدهکار طرف هستید. وقتی خداوند سوگند می‌خورد که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم می‌خورم به زمان معاصر تو که به عنوان قانون کلی زندگی معاصر هر انسانی ویران کننده اوست و در او ایجاد خسارت میکنه. یعنی چه؟ یعنی من تعهد میکنم
تعهد به تأکید، سوگندهای قرآن تأکید به تعهد قرآن خداست، تأکید به بدهی خداست، تأکید به دین خداست. اگر خدا میگوید که عصر یعنی زمان معاصر تو یا محصول زندگی تو باعث خسارت زندگی توست مگر اینکه چنین و چنان کنی، یعنی من خدا قسم به زمان تو، قسم به محصول کار تو، قسم به عمل کرده تو سوگند میخورم که من خدا متعهد میشوم که آن چرا که از عصر و زمان بر تو گذشته بلای جان تو قرار بدهم، مگر اینکه عمل صالح انجام بدهی، مگر اینکه بیستی و تداوم و استمرار ببخشی به حقانیت و به تجهیز افراد برای مبادرت به اقدام مجدد بعد از شکست، که این رو میگوین صبر، بیستی برای این کار. اگر چنین نکنی سوگند میخورم که من خدا متعهد هستم که تو رو دچار خسارت کنم. شما هیچ آیه‌ای در قرآن نمیبینید که در اون آیه موضوعاً یا به صورت مبتدا یا به صورت خبر یا به صورت نتیجه یا به صورت حکم یا به صورت پیشنهاد یا به صورت ردیه موضوع تعهد خدا در حصول اون تعهد مطرح نباشه. اون وقت خدا اول بار میگوید اوفو به عهدی، من هر عهدی که کنم به عهدم وفا میکنم، یعنی از اول تا آخر این قرآن هر چه گفتم من خودم مطیع قرآن هستم. خدا میگوید که من مطیع وامدار و بدهکار به احکام قرآن هستم، تمام تعهداتی رو که در قرآن کردم مجبور به اجرا هستم. از این بالاتر بگوییم؟ اون وقت وقتی که خدا این رو اعلام میکنه بعد به شما میگوید که اوفو به عهدکم، وفا کنید به عهدتان. ما قرآن رو با سرسری خواندن و سری خواندن و گفتن این که ما حجمی که خوانده ایم از قرآن 100 صفحه خوانده ایم خیلی کار مهم می شده، آخرش هم کار ما مسلمان ها به همین جایی می کشد که امروز کشیده. ما وقتی نگاه می کنیم که اهمیت استقلال کتاب در این است که کسی که این کتاب رو نازل کرده، کسی که شارح کتاب نیست، کسی که خالق کتاب است، منزل هست به این کتاب و این کتاب نزول از اوست و این کتاب وحی از اوست، امر اوست. در این کتاب خدا میگوید که من مدیون و بدهکار هستم. به کی؟ به تعهداتی که میکنم. در کجا تعهد کرده ای که ما بدانیم خدایا ما که با تو نیستیم، ما که با تو همزبان نیستیم، ما که نمیشنویم تعهدات تو رو، کجا تعهد کردی؟ میگوید از آغاز تا پایان این قرآن تعهدات من است و من اوفو وفا میکنم به عهدی، به عهد خودم. پس بنابراین اوفو به عهدکم، شما هم به عهدی که میبندید، که این کتاب همش عهده، همه کتاب های دینی عهد هستند، مثل عهد عتیق، عهد جدید و این کتاب که عهد ابد، Old Testament، New Testament و Final Testament، عهد نهایی، عهد به قیامت یا هر اسم دیگری که مطبوع طبع شماست. میبینیم که خدا در خلقت کتاب، کتاب رو حتی از خودش مستقل میکند. یعنی خدا نمیتواند که فردا یک پیامبری رو برگزیند و بگوید که مثلا این محمد حالا کنار رفته، محمود آمده، محمود آقا بله شما پیامبر باشید، یک پیام از طرف من به مردم ببرید، بگویید من خدا چون الله هستم و چون قدرت دارم و چون هیچ قدرتی بالاتر از من نیست،
دیروز گفتم که من وفو به عهدی، امروز میگویم که وفا نمی کنم به عهدم. این رو به اطلاع مردم برسون به عنوان یک دین جدید. آیا خدا میتواند این کار رو بکند؟ خیر. میکند؟ خیر. پس قرآن از خدا مستقل میشود و خدا نمیتواند حکمی رو که در این قرآن است عوض کند. این رو بهش میگوییم کتاب. جز این هر چه باشد که فرمان در نفس من باشد، هوا و هوس من دین باشد، هر چه که خواستم بگویم، اجتهاد کنم، فتوا کنم، نظر بدهم و به هر زمانی دین رو به هر کس که خواستم بفروشم، با هر خدایی که خواستم شریک بشوم، با هر بتی پیمان ببندم و هر بت شکنی رو به بت بفروشم، به خاطر اینکه دین من در نفسانیت من وجود داره و دین من هوا و هوس است و هر که کتاب بیاورد قاتل او هستم، چون قاتل کتاب هستم، چون کتاب فوق انسان قرار می گیرد. مردم، کتاب فوق خدا قرار می گیرد که خدا به کتاب بدهکار می شود. اوفو به عهدی، اگر این در قرآن نیست پس در کجاست؟ خدا راست نمی گوید، خدا تعارف می کند، خدا انکسار به کار می برد و تواضع می کند یا تعهد می کند؟ خدا کجا هستیم ما؟ اون وقت می گوید تو هم به عهد خودت وفا کن. به کدام عهد؟ به عهدی که در همون کتابی است که من هم مثل تو بنده از اون کتاب اطاعت میکنم. من خدا با تو بنده هر دو مستقلن از این کتاب اطاعت میکنیم. من هم به این کتاب عهد پابندم و عهد یعنی بدهی، و من به این کتاب بدهکارم با قوانین این کتاب و تعهد کردم، بدهی پذیرفتم و تعهد به انجام میکنم. اوفو به عهدی. بنابراین این کتاب که ما دست کم میگیریم و روزی هزار بار ممکن است بخوانیم و از روی او رد بشیم، امر سهلی نیست و استقلال دین و استقلال توحید در ارتباط با موضوع کتاب و موضوع کتاب با موضوع هوا و هوس، یعنی قانون، یا در کتاب وجود داره که مستقل از شماست، یا در نفس شما وجود داره که تابع شماست. شما هر حکمی که صادر می کنید که این حکم مستقل از شما نیست و اصالت ندارد، این حکم شرک است. و ما وقتی فتوا می دهیم، وقتی اجتهاد می کنیم، به نام خدا اجتهاد می کنیم، به نام خدا فتوا می دهیم که خدا در قرآن گفته است که با زن چنین کنید، خدا در قرآن گفته است که با مرد چنین کنید، خدا در قرآن گفته است که زکات این طور است، خدا در قرآن گفته است که زکات این طور نیست، خدا در قرآن گفته است که کسی رو که از دین خارج می شود سرش رو ببرید و چیزهای دیگری که ما فتوا می دهیم و اجتهاد میکنیم و از طرف خدا وکالت میپذیریم و دستور میدهیم، در واقع همه ما از کتاب خارج میشویم. حکم افراد در کتاب نوشته شده. اگر کسی مرتد محسوب میشود، حکم مرتد را از قرآن باید پیدا کرد، نه حکم ارتداد را از من بپرسید و من بازگوی اون باشم. این می شود دین هوا و هوس، دین شخصی، دین اختراعی، دینی که دین نیست، یک وسیله استثمار و استعمار و تجاوز و ظلم به مردم است. این اهمیت و ارزش و نقش کتاب است در قرآن. و در همین راستاست که می گوید و لقد آتینا موسی الکتاب و بدان به درستی که من، خدا می گوید، ما به موسی کتاب دادیم
اون چه که در دست موساست هوا و هوس موسا نیست، آراء شخصی او نیست، امر پوشیده و پنهان و سری نیست که یک طبقه بخصوصی با خدا ارتباط پیدا بکنند و بعد بفهمند که کتاب یعنی چه. کتاب یک امریست واضح، مشروع و کاملا بیان شده و روشن شده برای همه به صورت مستقل، بدون ملا، بدون مولا، بدون بزرگتر، بدون معلم، بدون کوچکتر، و هیچ کس حق اجرای قوانین قرآن را ندارد مگر به اعتبار بیعت، توکیل و شورا. بنابراین هر فهمی که شما از قرآن داشته باشید چون ارزش اجرایی ندارد و اجازه اجرا ندارید، قرآن در متن و در طبقه تعلیم باقی میماند و تحکیم قرآن موکول به تشکیل شوراست و شوراست که میتواند تأثیر قرآن رو بر آراء مردم از طریق بیعت و از طریق توکیل در شورا وارد و مؤثر کند و شورا وضع قانون کند تحت تأثیر اخلاق قرآنی. اما افراد نمیتوانند به صرف اینکه از قرآن من این برداشت رو دارم، برداشتشون برای خودشون معتبر است، ولی این برداشت اگر بخواهد که به قانون نزدیک شود و با قانون تخالف پیدا کند، البته که حکم قانون از حکم قرآن مهمتر است. درست میشنوید، حکم قرآن زمانی تبدیل به قانون میشود که مردم حکم قرآن رو تبدیل به قانون کنند. قرآن بدون شورا، بدون توکیل و بدون بیعت حکم اجرایی نیست، حکم تعلیمی است و انسان باید تعلیم بگیرد و تعلیم خودش رو در مرحله تحکیم از طریق شورا امکان پذیر بسازد. به همین مناسبت است که در این آیه، آیه شماره 87، موضوع هوا و هوس در مقابل کتابت آمده و خدا میگوید آنچه به رسول و پیام آوران دادم از خاصیت و از مشخصات کتاب برخوردار است و این محفوظه و این مجموعه دارای قاعده و روش روشن و مبین است، بینات است. موضوع کتاب یکی از اساسی ترین ابزار تجهیز منطق و استقلال برای استدلال در فهم مطالب و در ارزش علمی و بیانی یک موضوع است. قرآن میگوید به موسی و عیسی کتاب و بینات دادیم، یعنی آنچه به نام علم و اطلاع و آگاهی ارسال و انزال کرده ام، خدا میگوید مطالبی است علمی و واقعیات قاطع که دسترسی به آن و ادراک آن و شناخت آن و فهم آن مستقل از رسول و کاتب در عین کتاب محفوظ و مدلول آمده است. به این دلایل و به این نشانه ها و به روش آموزشی و تنویر و روشنگری در مطالب، یعنی به شیوه مستقل تعلم و معرفت به مطالب، به اینها قرآن میگوید که من علم بیان میگویم، یعنی انزالات خدا با قاعده بیان مستقل از رسول، قابل فهم و قابل تعلم است. به این لحاظ است که میگوید و آتینا عیسی ابن مریم
بیانات و ما به عیسی ابن مریم بیانات دادیم، تشریح میکند، به او هم کتاب داده، به موسی هم کتاب داده. در جاهای دیگه قرآن میگوید که کتابی که به موسی دادیم کتاب فرقان است، کتاب میزان است، کتاب اندازه گیری خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی ها و عدالت ها و مظالم است، کتاب اندازه گیری است، ترازو است اون چرا که به موسی دادیم، و ترازو است که مستقل از موسی است. اون چرا که به عیسی دادیم علاوه بر اینکه دارای همون مشخصات است، صفات دیگری رو هم خدا در مورد اون ذکر میکنه و میگوید نوعاً کتاب دارای خاصیت بیان است، روشنگر است، بیان کننده است، یعنی فاکتور و عامل بیان که در کتاب قرار میگیرد، بیان یعنی چراغ، یعنی نمایان کننده، یعنی نورافکن. میگوید آنچه به پیامبران من میدهم هم کتاب است، هم نورافکن، هم روشنگر، و یک نورافکن هم نمیدم. تمام مطالبی که من در کتاب ذکر میکنم با نورافکنها روشن میشود. بیانات میدادم به پیامبران که به شما بدهن، نه بیانات رو برای خودشون نگه دارن. کتابشون کتاب بیاناته، یعنی هر مطلبی که در کتاب مستقل از پیامبران، با نورافکن‌های روشنگر به تجزیه و تحلیل مطالب می‌پردازد و هیچ گوشه تاریکی از مفاهیم کتاب رو تاریک باقی نمی‌گذارد و ذره ذره اجزای قانون و حکم و مطالب و مواعظی که در قرآن آمده درخشان می کند، نورانی می کند. بیان یعنی خورشید، یعنی مثل خورشید بر تاریکی ها می تابد و شما رو با روشنایی های ادله و مصالح و مطالب قرآنی و آیات الهی به طور کلی آشنا می کند. می بینید که توجه قرآن به موضوع بخشش استقلال فهم و ادراک و معرفت به شخص و آزاد کردن ذهن و عقل انسان از تعبد و تقید و تقلید و دعوت انسان به تحقیق و ممارست در مطالعه و سماجت در تبیین، که انسان رها نکند این چراغ‌های پرسو و این نورافکن‌ها رو تا به تمام زوایای تاریک کتاب آشنا بشود. این نورافکنی که خدا به دست شما داده، این مولای شماست، این معلم شماست، این هدایت کننده شماست، نه شخص، نه پیامبر، بیان راهنمای شماست، نه انسان. قرآن میگوید که من به عیسی بیانات دادم، به موسی کتاب دادم. موضوع کتاب همینطور که عرض کردم موضوع بسیار مهمی است. در کنار موضوع کتاب قرآن میگوید که من به عیسی بیانات دادم و اون چه که به نام علم و اطلاع و آگاهی بود به اونها ارسال و انزال کردم، و در واقع مطالبی که واقعیات قاطع هستند و دسترسی به اونها و فهم اونها از طریق کاربرد بیانات با اتکای به علم بیان، برای هر کسی که علم بیان رو به کار میبرد مفاهیم کتاب آشکار میشود و احتیاج به هیچ شخص نیست که مطالب پنهانی از قلب خودش به کتاب اضافه کنه و بگوید که
ضمناً کتاب قرآن ظاهر است، یک باطنی هم دارد که باطن او در قلب مؤمنین است. همین حرف ها و همین چیزهای پوش و بیهوده است که راه شرک رو برای ما باز کرده و راه اسارت رو برای ما باز کرده و ما رو به اسارت کشانده. یعنی از خدا یک موجود متقلبی ساختیم که پیدا و پنهانش با هم فرق میکنه، ظاهر قرآن با باطن قرآن فرق میکنه، ظاهرش برای این است که ما رو فریب بدهد، باطن قرآن رو هم خداوند به یک عده خاص میدهد که اون عده خاص بتوانند بر ما حکومت کنند. معلوم است که این حرف ها رو چه طبقه‌ای و برای چه منظوری اختراع کردند و به قرآن افترا کردند، افترا زدند، دروغ گفتند. مطالبی که در قرآن گفته می شود مطالب علمی و واقعیاتی است قاطع که دسترسی به آن مستقل از کاتب کتاب انجام می شود. به همین دلیل است که به این نشانه ها و به این روش آموزشی و به این روش تنویر و روشنگری مطالب، یعنی به شیوه مستقل تعلم و معرفت نسبت به مطالب، علم بیان گفته می شود. یعنی انزالات خدا با قاعده بیان مستقل از رسول و مستقل از نبی مفهوم می شود. اگر انسان تقوا داشته باشد و اگر انسان علم بیان رو ملاک عمل قرار بدهد. روش تعلم از کتاب بر اساس اتکای به علم بیان، اشاره به روش تعقل، استدلال، تجربه و تقابل استنباطهای گوناگون یا طریق و شیوه معارفه در عقاید است. اکثرا سوال میکنند که علم بیان که در قرآن به او اشاره میکند، به خصوص غیر از اینجا که میگوید که بینات هست، در سوره رحمان سوره 55 که میفرماید که الرحمن علم القرآن، رحمان با رحمت خودش قرآن رو تعلیم داد، خلق الانسان، و بعد از اینکه قرآن رو تعلیم داد به چی تعلیم داد؟ قرآن رو کی باید یاد بگیره جز انسان؟ پس انسان رو خلق کرد. انسانی که قبل از اینکه خلق بشه علم به قرآن داشت و داره و قرآن رو در فطرت و اون نهادینه کرد. هر انسانی که پا به هستی میگذارد در بعد فطرت همه آیات الهی رو در فطرت خودش نهادینه محفوظ داره و میگوید علم انسان با آنچه معرفت فطری او کردم از طریق تعلم بیانی حاصل می شود که انسان متوسل بشود به علم بیان. چطور ما می توانیم که متوسل به علم بیان بشویم نسبت به یک موضوع؟ زمانی ما می توانیم چنین کنیم که اون موضوع بیان باشد. شما زمانی می توانید نور رو در آینه ببینید که در مقابل نور آینه قرار داشته باشد. شما اگر بیان رو در یک مورد بدون بیانات قرار بدهید و بخواهید که شما بدون قوه، بدون چراغ، بدون نورافکن به یک تاریکی مراجعه بکنید و اون تاریکی رو روشن بکنید، امکان روشن شدن اون تاریکی وجود نداره. روش کاربرد این نورافکن رو علم بیان میگویند که این نورافکن رو به کجا بگیرید. چون خیلی ها هستند که فرض بفرمایید که به یک اتاقی وارد میشن و به اونها گفته میشه که این گوشه خاص اتاق رو من میخوام با چراغ نگاه بکنم، با نورافکن نگاه بکنم ببینم در این کنج دست راست اتاق چیست.
حالا شخصی که نورافکن رو به دست گرفته، نورافکن رو به طرف سقف اتاق گرفته. خب طبعا اینجا روشن نمیشه. میگن ما رفتیم در این اتاق با نورافکن هم همه جا رو گشتیم، مثلا سوزن رو پیدا نکردیم. در حالی که گفته میشود که به این کنج اتاق که سوزن در اونجا قرار داره، نورافکن رو متوجه اینجا بکنید. منظور تبیین و تباین و بیان کردن، تبیین در بیان چیزها اشاره میکند به این که ما روشنگری کنیم و این روشنگری باید تابع یک علم و شیوهی باشه که شما کجا رو روشن میکنید. وقتی که شما متوسل به استدلال و عقل میشوید، باید روش معاینه چیزها و روش نورانی کردن چیزها در تاریکی ها مشخص باشه. و به این علم قرآن میگوید علم بیان، و میگوید این علم بیان رو هم من در کتاب قرار دادم. و به همین مناسبت است که میگوید که ما به آتینا عیسی ابن مریم، ما به عیسی پسر مریم بینات دادیم. یعنی شما در درجه اول کتابی دارید که مستقل از هر کس است، و در درجه دوم وسیله‌ای دارید، علم بیان دارید. و این علم بیان رو در سوره رحمان میگوید که خدا من به انسان دادم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این علم بیان رو من به شما دادم و این کتاب هم بیانات است. با اون علم بیان به سراغ این بیانات می روید و مفاهیم کتاب رو درک می کنید به همین سادگی و به همین پاکی و بیالایشی که می شنوید. ما به عنوان مثال ذکر می کنیم که رابطه متعلم با علم از طریق علم تبیین و علم روشنگری و تعقل، روش تعقل صورت میپذیرد. یعنی در مثلث علم که آیات قرآن باشد، یک متعلم وجود دارد که سالک است یا طالب است، و یک روش تعلم وجود دارد که استقلال کامل نسبت به پایه‌گذار علم در واقع رعایت میشود در اون و تضمین میشود. به عنوان مثال برای فهم هندسه اقلیدوسی نیاز به توضیح اضافی و تعبیر و تفسیر اقلیدوس از هندسه مسطحه نیست، زیرا قانون هندسه اقلیدوسی شامل همه تعابیر و تفاسیر مربوط به علم هندسه مسطحه است، و ما برای فهم هندسه نیازمند شناخت سنت های غیر هندسی اقلیدوس نیستیم. ما می توانیم از طریق علم بیان مستقل از اقلیدوس، از هندسه اقلیدوسی عالم شویم. این همه دانشمند که فضا رو کشف کردند و فضا رو در اختیار گرفتند، به کرات دیگر رفتند، اندازه کره ها رو با هم محاسبه کردند، همه اینها تابع قانون مثلثاتی است که در واقع مثلثات مسطحه رو به وجود آورده، و بر پایه این مثلثات مثلثات حجمی به وجود آمده یا مخروطات به وجود آمده. همه اینها در اثر تبیین کتاب اقلیدوس است، کتابی که به وسیله اقلیدوس اظهار شده، اعلان شده، ولی هیچ ارتباطی با اقلیدوس ندارد. و در بیان او، در کلام اقلیدوس بیانی وجود دارد، چون بیانات است. حالا او هم کتابش کتاب بیانات است. با استفاده از بیاناتی که در فرضیه و در هندسه مسطحه اقلیدوسی وجود دارد، بدون احتیاج به اقلیدوس و بدون اینکه هر شب جمعه بروند و دعا بکنند که اقلیدوس یک
عنایتی بکند، یک عافیتی داشته باشد و اصلا کسی نمیداند که اقلیدس کجا بوده. بسیاری از محصلین اصلا اسم اقلیدس رو هم نشنیدند، اما کتاب او رو میشناسند و با علم بینات به کتاب او مراجعه میکنند و مستقل از اقلیدس یک علم هندسه بسیار بسیار ساده رو که مثل جمع در ریاضیات است، اما چون دارای اصولی است که مستقل از گوینده است و با علم بیان می شود او را اثبات کرد و ادراک کرد، شما به راحتی یک فرمول ساده اقلیدسی رو تا به اینجا رساندید که از سطح او نقطه ساختید و خط ساختید و حجم ساختید و با محاسباتی که در واقع نوعی بیانات نسبت به آراء کتابی اقلیدس است، امروز فاصله بین کره ها را اندازه می گیریم. رابطه ما با کتاب رابطه مستقل بیانات با مفاهیم کتاب است و این ما را از هر کس مستغنی می کنه. یعنی ما جز از طریق کتاب از هیچ طریق دیگری نمیتوانیم به واقعیات و به مفاهیم و به عمق کتاب آشنا بشویم و هر کس جز این میگوید حواله قرآن رو در کمال در واقع نقض میکند و باطل میشمارد. یکی از مشخصات اکمل، اکمل در بیان است، اکمل در آموزش است، اکمل در کتابت است، اکمل در این است که شخص بتواند به ادراک کتاب در بیاید مستقل از عامل و یاری خارجی. دو اصل بیان و کتاب آزاد کننده بشر از قید استثمار مشرکین و وکلای خدا و همنشینان خداست. دقایق کوتاهی دیگر بعد از تنفس باز می‌گردیم و بخشی دیگر از تشریح آیه شماره 87 از سوره بقره رو با شما ادامه می‌دهیم.